اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا از جمله کشورهایی هستند که اولین معاهده بین المللی الزام آور قانونی را در مورد خطرات هوش مصنوعی امضا کردند. این معاهده اولین معاهده بین المللی الزام آور قانونی است که هدف آن تضمین این است که استفاده از سیستم های هوش مصنوعی کاملا با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون سازگار است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. به گزارش شورای اروپا، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا از جمله کشورهایی هستند که اولین توافقنامه بین المللی حقوقی الزام آور را در مورد خطرات هوش مصنوعی AI در روز پنجشنبه امضا کردند. این شورا اعلام کرد که کنوانسیون چارچوب در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون در طی کنفرانسی از وزرای دادگستری شورای اروپا در ویلنیوس، پایتخت لیتوانی، برای امضا گشوده شده است. این معاهده اولین معاهده بین المللی حقوقی الزام آور است که هدف آن اطمینان از سازگاری کامل استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون است. شورای اروپا در بیانیه اعلام کرد که کنوانسیون چارچوب توسط آندورا، گرجستان، ایسلند، نروژ، مولداوی، سان مارینو، بریتانیا و همچنین اسرائیل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا امضا شده است. دبیر کل شورای اروپا بیان داشت: باید اطمینان حاصل کنیم که ظهور هوش مصنوعی از استانداردهای ما حمایت می‌کند، نه اینکه آنها را تضعیف کند. بوریچ خاطر نشان کرد که کنوانسیون چارچوب یک معاهده باز با دسترسی بالقوه جهانی است و اظهار امیدواری کرد که تصویب‌های قانونی در اسرع وقت به سرانجام رسند تا معاهده هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرایی شود. این معاهده یک چارچوب حقوقی را برای پوشش کل چرخه عمر سیستم‌های هوش مصنوعی فراهم می‌کند و پیشرفت و نوآوری هوش مصنوعی را در حالی که خطرات احتمالی آن برای حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون را مدیریت می‌کند، ترویج می‌دهد. دکتر رضا نامجو، وکیل پایه‌ی دادگستری و مدرس حقوق خصوصی دانشگاه، از تهران پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام و عرض ادب. سلام عرض می‌کنم به شما و مخاطبان محترمتون، در خدمتتون هستم. ممنونم. آقای دکتر، به نظر شما این توافقنامه تا چه حد از لحاظ حقوقی قابلیت اجرا در سطح بین‌المللی دارد؟ بفرمایید. بله، خب میدونید که من یه توضیح خیلی کوتاه فقط در مورد پیشینه این توافقنامه بدم. از سال 2017، از موقعی که هوش مصنوعی به این ترتیبی که امروز باهاش آشنایی بیشتری پیدا کردیم مطرح شد، درخواست برای تنظیم و تدوین یک توافقنامه از سوی افغان هوش مصنوعی بودن، تولید کنندگان آثار صوتی تصویری و دارندگان پلتفرم‌های بزرگ در جهان، مطرح شد که به سمت تنظیم و تدوین یک آیین‌نامه یا قانون متحد شکلی برد. در سال 2019 به نتایج بهتری رسید. اگر نسخه‌ای که در سال گذشته مطرح بود مطرح می‌شد و امضا می‌شد، شاید می‌توانستیم با قوت بیشتری پاسخ به سوال شما رو اینگونه بدم که به قطعیت می‌تواند تضمین بکند. اما امروز اون چیزی که تنظیم شده و امروز باش مواجه هستیم، از نظر برخی از نظران، از برخی از پژوهشگران حقوق که متن اولیه یا پیشنویس بودند، اونها اینطور اظهار نظر میکنند که ابراز نگرانی میکنند از اینکه به قاطعیت بتونه به هدف خودش برسه. حالا جلوتر شاید بشود در مورد علتش هم صحبت کرد. بله، ممنونم آقای دکتر. با تشکر از دکتر رضا نامجو، وکیل پایه‌ی دادگستری و مدرس حقوق خصوصی دانشگاه از تهران، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.